سلام به همه همراهان عزیز در کجا این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستی. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. دو تا ویدیوی خیلی مهم براتون آماده کردیم که به همراه مادرم بهشون ریاکشن بریم، حرفهای مهمی بزنیم که فکر میکنم تأثیرات جالبی هم داشته باشه. پس تا حتما ما رو همراهی کنید. کامنت های شما عزیزان رو هم میخونم که رجب علی عزیز برای ما نوشته: سلام به هر دو شما عزیز ایرانی با فرهنگ و مهربان. واقعا دیدن ویدیوهای قشنگ و انسانیت و مهربانی شما قابل دیدن و ستایش است. زنده باشی، تاج سر ما هستی. سلام میکنم به شما دوست مهربون، خوشحالیم که ویدیوهای ما رو ببینیم، مورد پسند شما قرار میگیره و خوشحالیم که دوستان خوبی مثل شما رو کنار خودمون داریم. شما بیننده ها تاج سر ما هستید. واقعا اگر شمایی نباشید ما برای کی ویدیو تهیه کنیم؟ اینکه ویدیوهامون رو تماشا میکنید، کامنت میذارید، به ما محبت دارید، واقعا برای ما ارزش داره. امیدوارم همیشه ما رو همراهی کنید و کیفیت ویدیوهای ما هم همیشه بتونه راضیتون کنه. بیش از 10,000 تبعه خارجی در استان خراسان جنوبی سکونت دارن و زندگی میکنن که بیشتر اونها هم اتباع افغانستان هستن که در این استان زندگی میکنن. در کنار این به این مسئله اشاره کرده که تنها اتباع خارجی میتونن در دو شهرستان از این استان به نامهای خوست و بیرجند زندگی بکنن و 10 شهرستان دیگه از 12 شهرستان اجازه اقامت خارجی ها داده نمیشه و به نوعی هم میشه گفتش که ممنوع هستش که هیچ خارجی در این 10 شهرستان زندگی بکنن. خب این استان 330,000 کیلومتر مرز داره با افغانستان و 4 تا از شهرستان‌هاش هم مرز هستن با افغانستان و به طور کلی در ایران زندگی در شهرهای مرزی با کشورهای دیگه برای اتباع خارجی غیر مجاز هستش، اما در شرایطی که خب بسیاری از اتباع افغانستان در استانهای شرقی ایران مانند خراسان رضوی و خراسان جنوبی زندگی میکنند، این ایجاد شرایط سخت‌تر برای اتباع افغانستان بسیار شرایط رو دشوار کرده. در کناری فکر کنم تعداد خیلی زیادی از اتباع توی استان خراسان، حالا خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم اگر اشتباه نکنم، تهران، کرج و آره استان البرز، شهر کرج، یا حتی شنیدم تو یزدم زیاد مهاجرین اهل افغانستان هستن. آره میگم حالا چند تا شهر بیشترن چند تا شهر کمترن، تو شیراز و اون استان شهرهای آره. مجاور شیراز هم زیاد شنیدیم. ولی خب ببینید من نمیدونم، حالا همین که چند تا شهر هم مجاز بدونن، حالا اصلا نه برای افغانستان، برای هر کی که از خارج از کشور میخواد بره ایران، بگی آقا مثلا این 5 تا شهر مجازن که اتباع خارجی، اتباع از کشورهای مختلف بیان تو این 5 تا شهر ایران کار کنن، زندگی کنن، البته قانونی بیان و از این طرف هم خدمات بدن. این به نظرم اوکیه تا اینکه آره دیگه، تا اینکه الان مثلا مهاجرینی که میان مثلا قانونی ها از غیر قانونی ها تشخیص نمیدن، قانونی ها بهشون خدماتی داده نمیشه، غیر قانونی ها باهاشون برخوردی نمیشه، میدونی؟ این هرج و مرج باعث میشه که مشکل ایجاد شه. همین که ما شناسایی کنیم بگیم آقا برین تو این شهرها بیاین به تو خدمات میدیم، مشکلی هم نداریم، این باشه خیلی بهتر تا اینکه الان اصلا هیچ وقت هیچ معلوم نیست چی به چیه. این در این مصاحبه به این مسئله اشاره شده که 1700 دانش آموز و 600 دانشجو هم در این استان از اتباع خارجی مشغول به تحصیل هستند. موضوع مهم دیگری که در این مصاحبه بهش اشاره شده موضوع خرید مسکن از سوی اتباع افغانستان هستش که گفتن که اتباع افغانستان که به صورت غیر قانونی در این در ایران حضور دارن نمیتونن خرید و فروش ملک انجام بدن و در صورتی که این اقدام رو انجام بدن اخراج خواهند شد. در کنار این موضوع اجاره مسکن برای اقامت هم بهش اشاره کرده و به این موضوع اشاره میکنه که املاکی ها و افرادی که میخوان خانه های خودشون رو به اتباع افغانستان اجاره بدن باید به اداره اتباع خارجی مراجعه بکنن و بعد از اینکه تایید گرفتن میتونن خونه های خودشون رو به اتباع افغانستان اجاره بدن. به صورت کلی در 16 استان این اتفاق هم افتاده دیگه، این خرید و فروش ملک و اینا رو من کردن. آره همه جا پارچه هاش هم دیدیم، حتی توی فضای مجازی مثلا زیاد دیدیم، دولت هم این کار کردن چون که باید اجازه بگیرن. آره این میگم الان
دولت هم عوض شده، رئیس جمهور عوض شده، آقای پزشکیان اومده، ایشون هم مثلا که یه حرفایی زدن راجع به مهاجرین و کلن نمیدونه حالا شرایط چی میشه، خبرها بعد آره قانونهای جدید در روزهای آینده احتمالاً بیاد، ولی خب فعلا چیزی که اعلام شده اینکه مثلا که حق خرید و فروش فعلا ندارن تا ببینیم درنده چی میشه. ایران اقامت اتباع خارجی و اتباع افغانستان هم ممنوع هستش که محدودیت هایی هم در استانهایی که اجازه داده میشه مثل استان خراسان جنوبی دیده میشه. همکارم فریزیا ثابتی از انقره ممنونم از تو. خبرگزاری فارس در 29 بهمن 1401 تعداد مهاجران افغانستانی در ایران را 8 میلیون نفر اعلام کرد که هر روز 10,000 نفر به تعداد آنها اضافه می شود. این خبر الان چیزی که اعلام شده بکنم بالای 10 میلیون نفره. جمعیت ایران رو گفتن 90 میلیون حدودن، جمعیت مهاجرین رو هم گفتن حدود 10 میلیون تومان. آره، حدود 10 میلیون نفر که میگم از این 10 میلیون نفر هم باز امکان داره مهاجرینی باشن که غیر قانونی اومده باشه. گزاری همچنین گفته بود که تعداد 700 هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران در حال تحصیل هستند. اونی که ما الان بتونیم عملا تایید کنیم 5 میلیون. با این حال وزیر کشور تعداد مهاجران افغانستانی را 5 میلیون نفر و وزیر آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان آنها را 600 هزار نفر اعلام کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در 11 مهر ماه از حضور 2 میلیون تبعه خارجی در تهران خبر داده بود که البته مشخص نکرده بود چه تعداد از آنها افغانستانی هستند. در این میان آمار بالای زایمان‌های اتباع افغانستان در برخی بیمارستان‌های کشور حیرت افکار عمومی را در پی داشته. روزنامه جمهوری اسلامی در ابتدای شهریور امسال نوشت از 300 زایمان و تولد شهر کوار در نزدیکی شیراز در صرفاً یک ماه از پاییز 1401 فقط 3 مورد زایمان ایرانی بوده و 297 مورد آن مربوط به اتباع افغانستان بوده است. ببین این یه علامت سوال بزرگی تو ذهن من ایجاد میکنه. میگن که مهاجرینی که از کشور افغانستان میان به ایران، میگن که ما وضع مالی خوبی نداریم، وضع زندگی خوبی نداریم، میام ایران کار میکنیم، تازه میام ایران کارم میکنیم اونقدر وضعمون باز خوب نمیشه، باز شرایطمون سخته. بعد از این طرف مثلا آمار زایمان و تولد و اینجور چیزا میاد که اکثر تولد مربوط به اتباع افغانستانی میشه. خب من این دوتا رو میذاریم کنار هم، میبینم با هم جور در نمیاد، چون به هر حال فرزند به دنیا آوردن، فرزند بزرگ کردن خودش کلی خرج داره. مثلا ایران خیلی هزینه داره. خیلی هزینه داره. خیلی بچه‌دار نمیشن. آره خیلی از ایرانی ها الان نمیتونن، یعنی دوست دارن خیلی هاش. حالا یه سری که دوست ندارن میذاریم کنار. ولی خیلی های دیگه که دوست دارن فرزنددار بشن به خاطر مشکلات اقتصادی که دارن فعلا فرزنددار نشدن و میگم این دوتا با هم همخونی نداره. چیز جالبیه به نظرم. نمیدونم برای ما دلیلشو بنویسید. اگر که حالا وضع مالی خوب نیست، چرا آمار فرزندا بالاست؟ اگر آمار فرزندا بالاست، پس قطعا مثلا باید وضع مالی هم خوب باشه دیگه. اینو میتونیم برای ما داخل کامنت دلیلشو بنویسید. در اوایل شهریور هم یکی از پرستاران بیمارستان فرغانی قم مدعی شد که از 28 زایمانی که در طی 24 ساعت در آن بیمارستان رخ داده، 19 مورد مربوط به اتباع افغانستانی بوده است. یک روز بعد یک خبرنگار قمی مدعی شد 30-35% زایمان بیمارستان‌های قم مربوط به اتباع افغانستانی است که البته مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی قم این آمار را خلاف واقع دانست. گفته می شود استان‌های کرمان، قم، اصفهان، البرز، تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین شمار اتباع افغانستانی را در خود جای دادند. برای مثال بعضی کاربران نوشتند که از هر 10 نفر در شهرستان پیشوای ورامین 6 نفر از اتباع افغانستان هستند. اگرچه چون این ادعایی تایید رسمی ندارد، ولی به نظر می رسد پر بیرا هم نباشد، زیرا فرماندار پیشوا در خرداد 1398 گفته بود که 49% جمعیت این شهرستان را اتباع افغانستان تشکیل می دهند. از همین پیشوا ورامین ویدیو هم تو اون چند وقتش تو اینستاگرام در اومده بود که یه خیابونی بود از اول تا آخرش همینجور می رفته فقط مهاجرین اهل کشور افغانستان بودن. خب بیشتر رفتن اونجا زندگی. آره همین دیگه. یعنی هر جا رو میدیدی مهاجرین اهل کشور افغانستان همه بودن. همه شهر پخش نیستن. یه بعضی از آره این پیشوا رو من دارم میگم. این ویدیو از پیشوا اومده بود، من دیده بودم. اینم جالب بود به نظرم. بر این اکثریت یافتن مهاجران در این منطقه بعد از موج گسترده مهاجرت مردم افغانستان که همزمان با قدرت گرفتن طالبان رخ داد، موضوعی دور از
واضح نیست. اگر آمار 8 میلیون اتباع افغانستان مبنا قرار گیرد، با توجه به رقم یارانه نان در بودجه 1402، بیش از 5000 میلیارد تومان یارانه نان به این مهاجران تخصیص می‌یابد. مسعود میرکاظمی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، مدعی شده بود که در ایران قریب 100 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی تخصیص می‌یابد. با این فرض اگر اتباع افغانستانی از 50% این مبلغ بهره‌مند شوند، رقم یارانه پنهان انرژی آنها بیش از 5 میلیارد دلار خواهد بود. عدد سنگینی، یعنی یارانه پنهان نانی که برای مهاجرین الان مصرف میشه 5000 میلیارد تومان، یارانه پنهان انرژی هم 5 میلیارد دلاره. که عدد خیلی خیلی بالایی میتونه باشه، که میگم اگر واقعا آمار رسمی کشور ایران اینا، آره این هم داشت حساب کتاب میکرد دیگه، طبق آمارهایی که خود حالا سازمان انرژی و اینا دادن. نکته ای که باید بهت بگم مادر عزیزم، به شما هم بگم دوستان عزیز، اینه که کشور ایران اگر که واقعا اون مهاجرینی که وارد کشورش میشن و بتونه طبقه بندی کنه، قانونی ها رو از غیر قانونی ها جدا کنه، من اینو بارها و بارها و بارها گفتم ولی بازم میگم، تنها راه حل همینه. از اون طرف این همه هزینه علکی صرف نمیشه، از اون طرف کسایی که واقعا قانونی اومدن، واقعا دارن کار میکنن، مشخصی کیا هستن، بهشون خدمات داده بشه. چرا که نه، کسی که قانونی اومده باید بهش خدمات داده بشه. سالهاست دارن زندگی میکنن. آره نمیشه مثلا همه رو از ملک و خرید و فروش ملک و اینا رو محروم کنی. آره شاید یکی مثلا 40 ساله داره اینجا زندگی میکنه، یه خونه ای هم خریده، دیگه نمیتونه خونه رو که بره ازش بگیره وقتی قانونی هم اومده. همه اینا برمیگرده، دوباره باید یه بازنگری بشه بین افرادی که قانونی اومدن غیر قانونی اومدن. با توجه به ارقام بودجه، همچنین سهم اتباع افغانستانی در بخش یارانه نهادها، کالاهای اساسی و دارو 2 میلیارد دلار خواهد بود. موضوع هزینه‌های مالی مهاجران باعث شده حتی روزنامه کیهان هم به آن واکنش نشان دهد. این روزنامه در 9 مهر ماه 1402 نوشت با توجه به استفاده قابل توجه مهاجرین افغانستانی از منابع و یارانه های پنهان، اعم از مواد غذایی، مسکن و حمل و نقل عمومی و بهداشت، لزوم کنترل ورود ایشان و ساماندهی اتباع قانونی ساکن کشورمان و همچنین اخراج مهاجرین غیرقانونی که در 2 سال گذشته افزایش داشته است احساس می شود. تعداد کثیری از مهاجران افغانستانی سال هاست که در ایران ساکن هستند و علی‌رغم بعضی مشکلات، همزیستی قابل توجهی بین آنان و مردم ایران وجود دارد. در نهایت باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقایی میفته. میگم حرفایی که حالا ما میزنیم نظرامونو یا سعی میکنیم چیزایی رو بگیم که فکر میکنیم درست تره و اتفاق میفته بهتر، اما باز هم همیشه دیدیم دیگه اتفاقایی میفته که شاید خوشایند ما نباشه یا خوشایند کسای دیگه نباشه. به هر حال کسایی که یه رتبه ای دارن تهش باید تصمیم بگیرن، مسئولین آگاه ها. و میگم حالا ما نظرمونو میدیم، کاری هم نیستیم، تهش هم هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، ولی یه نفری که مسئوله یه کاری انجام بده، مثلا دو روز دیگه پاسخگو باشه، این کارو کردی به چه علت، اون کارو کردی به چه علت، آیا خوب بوده، آیا ثمرات مثبتی داشته، آیا ثمرات منفی داشته. ما نظرمونو میدیم، تهش حالا مسئولینن که باید تصمیم گیری کنن، کارشون رو انجام بدن و ببینیم آیا اون کار مثبت خواهد بود یا نه. مرسی از همراهیتون، مرسی کنار ما بودی، حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و نظرهاتون هم حتما داخل کامنت ها بنویسید. با هم یه گپ میزنیم و صحبت میکنیم راجع به اتفاقهای مختلف. یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خداحافظ. در پناه خدا باشید.